سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه دوم ماه اسد سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه جولای سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. بان مرحله نخست روند انتقال امنیت به نیروهای افغان. احتمال آغاز گفتگوهای حکومت افغانستان و رهبری گروه طالبان تا دو ماه دیگر. و بر عهده گرفتن عملات مرگبار در شهر اسلو از سوی یک مرد نروژی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شمار سناتوران افزایش نامنی های اخیر را در 10 سال گذشته بی پیشینه می دانند. این سناتوران با انتقاد سخت از نیروهای امنیتی می گویند که نهادهای امنیتی تنها متوجه امنیت خودشان هستند و امنیت کشور به مردم به کلی فراموش کردند. در این حال این مجلس فیصله کرد که تا چند روز دیگر رئیس شورای امنیت ملی و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی برای پاسخگویی به مجلس سنا فراخوانده شوند. نخستین نشست مجلس سنا پس از رخصتی تابستانی این مجلس با انتقادهای سخت از نیروهای امنیتی آغاز شد. در همین حال شماری از سناتوران اوضاع کنونی کشور را نگران کننده می دانند و نیروهای امنیتی را در تامین امنیت ناتوان می گویند. اعلان عملیات بد کردن چند وقت پیش و تهدید کرده بودن و واقعا آنچه که گفته بودن همه روز عملی می کنند. امنیت ملی پر ټول کال کې څه دستاول لري په افغانستان کې چې د افغانستان بودیجه ټوله په کار اچولې ده. دوی لکه بدرجماله شاپیري په اوومه کوټه کې ناست دی. ارزایل علیه السلام یې هم ولاکه پیدا کړي. در همین حال شماری دیگر از سناتوران میگویند که نامنی ها به اندازه افزایش یافتند که حتی مردم در شمار از ولایت ها تصمیم گرفتن نمی توانند که به سوی طالبان بروند یا به سوی حکومت. چهار نفرش تقریبا 15 روز قبل سر بریدن که من پاکا بودن و هر کدام به خانوادیشان که ما 3 نفر دقل مشخص رفتیم دیدیم یکی به اطراف بود. یعنی هر کدام به رئیس جمهور بسیار با یک پیام های طرف رامیز صحبت کرد. می گفتن بگوی بیایی صغیره ما بیوه ها رو ببریم پس شما برای خود نگاه دار یا بتین به برادران طالبتان که نگاه دارن. این سناتوران از رئیس جمهور می خواهند که پس از این افراد کارکن در نهادهای امنیتی باید گماشته شوند. با این همه مرحله نخست روند انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان امروز در ولایت پنجشیر به پایان رسید. رئیس کمیسیون تنظیم روند انتقال می گوید که مرحله دومین روند در بخشهای دیگر کشور در حال بررسی است. در این حال وزیران دفاع و امور داخله با تاکید بر افزایش ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان بر بیرون شدن نیروهای خارجی تا سال 2014 میلادی از افغانستان تاکید می برزند. پنجشیر در فاصله 120 کیلومتری در بین دو شاخه جنوبی هندوکش و در شمال شرق کابل جا افتاده است. پنجشیر ششمین ولایت است که نیروهای امنیتی آن می روند تا مسئولیت تامین امنیت ولایتشان را به دست بگیرند. هرچند نگرانی های از مجهز نبودن و نیز کمبود نیروهای امنیتی در ولایت پنجشیر وجود دارد. مرحله دوم ما سر در حالت بررسی است. فیصله هر مرحله از طرف جناب رئیس جمهور افغانستان در چارچوب شورای امنیت ملی افغانستان میشه و عموما سال به دو مرحله تقسیم میشه که هر 6 ماه بعد به صورت عموم ما مرحله قبلی را بررسی میکنیم و به مرحله بعدی میریم. تحرکات دشمنان مردم افغانستان در ولایت همجوار دیده میشود و هر روز شاهد ویرانی کشدارها و کشتار انسانهای بیگناه هستیم. باید برای آینده پیش بین بود، خصوصا در رسای ازدیاد تشکیل پلیس و ایجاد پلیس امنی توجه جدی مقامات محترم وزارت امور داخله را خواهان هستیم. در این حال وزیر دفاع ملی بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که وجود خارجیان در افغانستان با تاریخ 5000 ساله این کشور در تضاد است. بر ما شرم است که ما به صورت مستقل از خود دفاع نکنیم. از این مملکت در طول تاریخ همگی مستقلانه دفاع کردن، تمام در طول تاریخ هیچ مثالی وجود نداره که پیشتر نیروهای خارجی بر ما
کمک کرده باشه. متعهد هستیم که پلیس افغانستان را تجهیز بکنیم با سلاح بهترتر و پلیس محلی را در اونجا ببریم و سلاح تجهیزات پلیس و تشکیل پلیس را بیشتر بسازیم. پنجشیر هم جزی همین شش ولایت و شش شهر است که ما در اون پروسه انتقال یکی پی دیگری به مرحله اجرا گذاشتیم. مرحله نخست انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در حال در ولایت پنجشیر به پایان میرسد که قرار است نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی مسئولیت تامین امنیت تمامی کشور را بر عهده بگیرند. شریف امیری، تولو نیوز، ولایت پنجشیر. این سوالات در حال صورت میگیرند که حکومت افغانستان با رهبری گروه طالبان به زودی بر میز گفتگو خواهد نشست. شورای عالی صلح از پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت سخن میزند و میگوید که گفتگوهای حکومت افغانستان و رهبری گروه طالبان تا دو ماه دیگر آغاز خواهند شد. منشی شورای عالی صلح میگوید هر چند تا کنون درباره محل این گفتگوها توافق نشده است، اما آنان میکوشند تا این گفتگوها در داخل کشور انجام شوند. شورای عالی صلح از پیشرفت‌ها در کار مصالحه با مخالفان مسئله حکومت افغانستان خبر می‌دهد. این شورا می‌گوید که حکومت افغانستان و حلقه‌های در رهبری گروه طالبان به زودی با هم گفتگو خواهند کرد. این شورا می‌افزاید که همکاری کمیسیون مشترک افغانستان و حکومت غیرنظامی پاکستان و تلاش‌های ملی و جهانی برای تحقق گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان زمینه گفتگوهای حکومت افغانستان را با رهبری گروه طالبان مساعد ساختند. در ظرف یک مدت نه چندان دور و دراز، بلکه انشالله به یک مدت کوتاه‌تر، جامعه ما شاهد حداقل شروع مذاکرات باشد. شورای عالی صلح میگوید که این شورا میکوشد تا این گفتگوها در داخل کشور انجام شوند. به باور شورای عالی صلح، کمیسیون مشترک میان کابل و اسلام آباد و رهبری گروه طالبان درباره محل این گفتگوها به توافق خواهند رسید. باید علاوه بکنم که در جو و شرایطی که امروز پروسه صلح قرار داره، یک جو حساس است و شکننده هم است و پرچالش. شورای عالی صلح میگوید که ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای میزبانی این گفتگوها آمادگی نشان دادند. در این حال عالمان دین و کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هلمند به دار آویختن یک کودک 8 ساله را از پای طالبان به شدت نکوهش میکنند و خواهان مجازات عاملان این رویداد هستند. در این حال شورای عالی صلح با محکوم کردن این عمل میگوید در برابر کسانی که دست به چنین خشونت ها میزنند از خشونت کار خواهد گرفت. این واکنش ها پس از آن رخ میدهند که طالبان یک کودک 8 ساله را در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به دار آویختند. طالبان به تازگی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک کودک 8 ساله را به دار آویختند. مقام های این ولایت میگویند که طالبان این کودک را روز جمعه را بودند و از پدر این کودک در برابر رهایی فرزندش خواستند تا خودش با یک موتر رنجر پلیس با آنان تسلیم شود. به گفته مقام های محلی، پدر این کودک کارمند پلیس محلی هلمند است و پس از اینکه این خواست طالبان را نپذیرفت، طالبان کودک 8 ساله اش را به دار آویختند. شورای علمای ولایت هلمند کشتن این کودک 8 ساله را از سوی طالبان مغایر آموزه های اسلام می داند. دا ورور جهاد نده، دا مثلا د اسلام طریقه نده، دا قرآن، دا سنت، دا فقهت مخالف. پا ده بانده خدای پاک جل جلاله حق نلری او نده چه تسلط پی بانده لری، چه پا مقابل د پیسو که یا پا مقابل د موتر که او ده بس وجنی او پا قتل رسی. دا بیل کن آشد دا گناه ده. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هلمند نیز این کار را به شدت نکوهش میکند. د دولت څخه غواړو چې د دغسې وحشیانه عملونو په جدي ډول باندې مخنیوی وکړي، پرې نه دي چې دغسې مجرمین اشخاص دغسې عملونه چې لکه دا اوس چې موږ تاسو باندې بحث کوو داسې عملونه بیا آینده کې تکرار سي، موږ د دوو مرتکبینو محاکمه غواړو. شورای عالی صلح نیز با نکوهش این عمل میگوید که در برابر چنین خشونت ها از خشونت کار گرفته خواهد شد. در حالی که پدر این کودک ادعا دارد که فرزندش از سوی طالبان کشته شده است، اما سخنگوی طالبان کشته شدن این کودک را از سوی طالبان رد میکند.
لوی سورنولی در برابر نتایج انتخابات مجلس نمایندگان اقدامندانه برخورد میکند. شمار از نمایندگان مجلس با ابراز این مطلب در واکنش به گفته های معاون لوی سورنولی درباره نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان میگویند که هیچ گونه دیدار پنهانی میان نمایندگان با نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان صورت نگرفته است. از سوی هم رئیس مجلس سنا میگوید که بحران میان نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای انتخاباتی و پارلمانی باید در پرتوه قوانین کشور حل شود. پس از آن که معاون لوی سورنوال بر روز شنبه خواهان جلوگیری از نشست هایی شد که میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و 62 نماینده مجلس که از سوی دادگاه ویژه انتخاباتی ناکام اعلام شدند برگزار می شوند، شماری از نمایندگان مجلس این گفته های معاون لوی سورنوال را برخورد اقدامندانه با نتایج انتخابات مجلس نمایندگان می دانند. موږ تر اوسه پورې له هیچا سره نه کوم فرد ملاقاتونه کړي دي او نه دا کومه موضوع ده چې موږ له چا سره مخفي ملاقاتونه وکړو. موږ پر حق یو، موږ له قانون نه دفاع کوو، موږ څه چې قانون موږ ته اجازه راکړې ده موږ هماغه عملي کوو. این اقدامشان به هیچ عنوان مطابقت با قوانین افغانستان نداره، از جانب دیگر نشان دهنده یک موضع اقدامندانه در برابر نتایج انتخابات است که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون انجام داده است. از سوی هم رئیس مجلس سنا خواهان حل تنش‌ها میان نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای انتخاباتی و مجلس نمایندگان در پرتو قانون اساسی کشور است. که ضرورت شو چیز ما در چوکی از ما در چوکی سنا ریاست یا سناتوری ده که دی باید گرزی چیز ما میدد پی گروهتی انشالله از بخپل پور در آرشم صادر بوگه اخپل پور دی پی افتخار بنی جون که اومن نه دی ملد در پاره در پر شخصی چوکی در پاره در گروهی و دی نظام خاطر. گفته نیست که دادگاه ویژه انتخاباتی 62 نماینده مجلس را به اتهام کاربرد تقلب از مجلس نمایندگان محروم اعلام کرده است و این کار سبب به میان آمدن تنش‌های بسیار میان پارلمان و نهادهای عدلی و قضایی شده است. ادامه بحران در درون حکومت و نبود هماهنگی میان سه قوای دولت افغانستان را با خطر بسیار جدی روبرو خواهد ساخت. شما از آگاهان هشدار میدن که مشکلات و سردرگمی ها میان سه قوای دولت بی پیشینه هستند و چنین وضعیت نتایج ناگوار را به بار خواهد آورد. مشکل مجلس نمایندگان با نهادهای قضایی و حکومت، سرپرست بودن شمار از وزیران، گسترش و افزایش نامنی ها در کشور و نیز بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هستند. با باور شماری از آگاهان، افغانستان در حال حاضر در یک سردرگمی و نبود سیاست های روشن و واحد به سر می برد. این آگاهان هشدار می دهند که اگر به چالش های موجود در کشور توجه جدی نشود، خطرهای بزرگتری دامنگیر افغانستان خواهند شد. متاسفانه مشکلاتی که بین پارلمان و دولت وجود دارد، مشکلاتی که بین پارلمان و دادگاه وجود دارد و در این حال مشکلات خصوصا بحران اعتمادی که بین مردم و دولت وجود دارد، اینا مهمترین عوامل دوام بحران، دوام بی‌ثباتی، عدم همکاری و پشتیبانی مادی و معنوی مردم از دولت و باعث تقویه مخالفین مسلح دولت و گسترش ناامنی در افغانستان شدیم. این آگاهان میگویند که بی‌پروایی های دولت باعث خواهند شد تا در آینده خلاهای نظامی، اقتصادی و سیاسی در کشور به میان آیند. چنان که در حال حاضر جامعه جهانی نیز از اوضاع افغانستان دل سرد شده است. هر سه قوه بنابر ادعایی که داره از لحاظ قانونی به جان هم افتاده و یکیش مطابق قانون عمل نمیکنه. این مسائل ما را میبره به طرف یک بنبست که امروز در اون حالت واقع شدیم. در این بنبست رسیدیم و کارهای دولت بنابر که هر قوه در برابر قوه دیگه از حالت تخاصم کار میگیره، از یک حالت خصمانه، از یک روش خصمانه استفاده میکنه، لذا کارها و بنبست مواجه میشه. شما امروز میبینید که کارهای دولت افغانستان در واقع به یک بنبست مواجه شده که هیچ کار پیش نمیره. در این میان بی‌باوری‌ها در میان مردم نسبت به دولت نیز محسوس هستند. خود دولت و رئیس دولت آقای حامد کرزی نسبت به مردم و دولت خود بسیار یک مقدار بی‌کفایت هستند. یک ما برای دیگه خونه اعتماد ندارن، هر کس به نفع خود کار میکنه در اینجا دیگه، روز به روز امرقه مردم هم از دولت فاصله گرفته میرن. با امده ترتیب سرپادشی راتلون که در افغانستان ز فکر کومه چه بیا به هم در 15 کال یا 60 کال در بخواهت بیرته بگرسی. این گفته ها در حال ابراز میشوند که در این اواخر تنش‌ها میان مجلس نمایندگان با نهادهای قضایی و حکومت، نفوذ مخالفان مسلح دولت و ناآرامی ها در کشور افزایش یافتند.
راین کراکر سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان امروز به کابل آمد و قرار است که فردا به گونه رسمی کارش آغاز کند. راین کراکر پیش از این به حیث سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق کار میکرد. باز هم خوش آمدید و ادامه خبرها. مرد متهم به تیراندازی و بمگذاری در شهر اوسلو ناروی با پذیرفتن مسئولیت این رویدادها این حملات را ضروری می‌داند. وکیل مدافع این مرد می‌گوید که موکلش بدین باور است که کارهایش وحشتناک اما ضروری بودند. قرار است که این مرد فردا درباره این حملات در یک دادگاه در ناروی توضیح بدهد. پلیس ناروی میگوید که اندرس برنگ بریویک یگانه متهم دوریداد مرگبار در اسلو پایتخت این کشور اعتراف میکند که به تنهایی دست به این کار زده است. متهم میگوید که وی به تنهایی دست به این کار زده است، اما ما مطمئن نیستیم که این گفته وی درست باشد، زیرا شماری از شاهدان عینی میگویند که یک یا دو تن دیگر نیز در تیراندازی شرکت داشتند، اما اکثریت به این باورند که وی تنها بود. در همین حال شاه ملکه و نخست وزیر ناروی در مراسم ویژه یاد بود از قربانیان این رویدادها در شهر اسلو اشتراک ورزیدند. شامیروز جمعه انفجار بم و تیراندازی مرگبار در شهر اسلو ناروی 92 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشتند. مقام های امنیتی ناروی از افزایش تلفات این رویدادها هشدار میدهند و میگویند که هنوز هم شماری از قربانیان ناپدید هستند. هرچند دو روز از وقوع این رویدادها میگذرند، اما با آن هم ترس و نگرانی محل های نزدیک بر رویدادها را فرا گرفته است. برویک متهم این رویدادها یک شهروند عیسوی ناروی است و گفته می شود پیوند با راستگرایان افراطی این کشور دارد. با اینکه زنان در بلژیک از پوشیدن روبان ممنوع شدند، قانون منع پوشیدن روبان که در ماه اپریل سال روان میلادی از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود، سر از امروز در سراسر بلژیک نافذ می شود. بر بنیاد این قانون پس از این زنان نمی توانند در اماکن عمومی روی هایشان را بپوشانند و کسانی که این قانون را نادیده بگیرند به پرداخت $197 جریمه و به 7 روز حبس محکوم خواهند شد. بین هم چند خبر اقتصادی. ایتالیا 20 میلیون دلار به دولت افغانستان کمک می کند. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان وزارت مالیه و سفارت ایتالیا به امضا رسید و قرار است از این پول در بازسازی جاده های روستایی غرب کشور کار گرفته شود. از سوی هم بانک جهانی 5 میلیون دلار را از طریق بودجه دولت افغانستان در بخش بهبود کیفیت معارف به مصرف می رساند. وزارت مالیه می گوید که قرار است از کمک 20 میلیون دلاری ایتالیا در حدود 45 کیلومتر جاده های روستایی در ولایت های هرات، بادغیس، فرا و غور از طریق برنامه ملی راه‌سازی ولایتی بازسازی شود. امروز ما موافقتنامه را به ارزش 14 میلیون یورو که کمک بلاعوضی کشور دوست ایتالیا به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان است و امضا می رسانیم. ما باور داریم که جاده ها به ویژه جاده های مهم افغانستان از زیربناهای ارزشمندی هستند و ما همیشه در ساخت جاده های مهم افغانستان مانند جاده بامیان کابل سهیم بوده ایم که بخش نخست آن از کابل تا میدان شهر تکمیل شده است. از سوی هم بانک جهانی 5 میلیون دلار را برای ساختن مکتب ها، افزایش ظرفیت های آموزگاران و تجهیز مکتب ها تخصیص داده است. مسئله اسکالرشیپ است که یک پکیج بسیار خاص است برای طبقه و نسل، یعنی به هر ملحوظه که مانع وجود دارد در اطراف برای دوام تعلیم دختران بخصوص در سطوح بلند معلمی از طریق مهیا ساختن اسکالرشیپ ها این پول به مصرف. نکته ای را که من به نمایندگی از بانک جهانی می خواهم به آن اشاره کنم این است که وزارت معارف و دولت افغانستان باید بتواند از این کمک زمینه آموزش را به گونه یکسان برای همه به ویژه دختران فراهم. وزارت معارف می گوید که بانک جهانی از سال 2006 تا کنون 65 میلیون دلار را برای بهبود کیفیت معارف به مصرف رسانیده است. ایران سهولت‌های بیشتری را برای بازرگانان افغان در بندر چابهار فراهم می‌سازد. مقامات منطقه آزاد چابهار اعلام کردند که اگر بازرگانان افغان تمایل به سرمایه گذاری در بندر چابهار و به کارگیری از این بندر داشته باشند، گذشته از تخفیف 30% تعرفه‌های گمرکی زمینه خدمات نگهداری فرورده‌ها را در سردخانه‌ها به گونه رایگان در این بندر فراهم می‌سازد. از سوی هم سفارت افغانستان در ایران از حل مشکلات ترانزیتی و تجارتی با ایران خبر می‌دهد و از بازرگانان می‌خواهد تا برای ترانزیت کالاهایشان بندر چابهار را انتخاب کنند.
تخصیص 50 هکتار زمین برای سرمایه‌گذاران افغان در بندر چابهار، در اختیار گذاشتن سردخانه‌ها و انبارها به گونه رایگان، زمین اساسی سرمایه‌گذاری بازرگانان افغان در بخش حمل و نقل کالاها از راه‌های بحری، کاهش هزینه‌های حمل و نقل از راه‌های بحری ایران و معاف شدن شماری از تولیدات افغانستان از تعرفه‌های گمرکی از سهولت‌هایند که به گفته مقام‌های منطقه آزاد چابهار برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های افغانان در این بندر در نظر گرفته شده‌اند. از بندر چابهار میشه گفتش که با هزینه‌هایی که راجع به برقراری امنیت و نگهبانی کالا و حراست و این جور موارد مورد توجه هست، به طور کلی میشه گفتش که قابل قیاس با سایر مناطق نیست. این همش زمینه‌های بسیار خوبی هست و انشالله که در این راستا ما البته همکاری و همچنان وعده قوی و کانکریت طرف جمهوری اسلامی ایران هم با خود داریم. مقام های ایرانی در حال از چنین سهولت ها در بندر چابهار خبر می دهند که مشکلات ترانزیتی و تجارتی با پاکستان سبب دلسردی بازرگانان افغان از راه های پاکستان شده است. با باور شماره از آگاهان اقتصاد، وجود پیمان های ترانزیتی و تجارتی لازم با ایران و استفاده از بندر چابهار می تواند بدیل مناسب برای تجارت و ترانزیت افغانستان با سایر کشورهای جهان باشد. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار کابل: یک دلار امریکایی 47 افغانی و 50 پول، یک یورو 68 افغانی، یک درهم امارات 12 افغانی و 90 پول، 1 روپیه هندی 1090 افغانی، 1 تومان ایرانی 40 افغانی و 20 پول و 1 روپیه پاکستانی 556 افغانی. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. تکواندوکاران خردسال افغانستان با مقام قهرمانی رقابت‌های تکواندو در تاجیکستان دست یافتند. در پایان رقابت‌ها افغانستان با دست آوردن 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به قهرمان رسید. مقام‌های دوم و سوم را تاجیکستان و روسیه به دست آوردند. در رقابت‌ها عبدالله، صبغت‌الله و روح‌الله مدال‌های طلا را به دست آوردند. این رقابت‌ها با حضور 5 کشور در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شده بودند و دو روز ادامه داشتند. فدراسیون تکواندو افغانستان میگوید که تکواندوکاران خردسال با آنکه مانند تیم‌های ملی تمرینات فشرده ندارند، اما در این رقابت‌ها خوب درخشیدند. اطفال که فعلا برن مسابقات بین‌المللی میرن، اینا پشتوانه‌های تیم‌های بعدی ملی تکواندو کشور است. آقای خیبر میگوید هرگاه زمینه‌های بهتری برای ورزشکاران خردسال فراهم شوند، آنان می‌توانند افتخارات بیشتری را از رقابت‌های بین‌المللی به دست آورند. تیم ملی والیبال افغانستان رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیا را با شکست آغاز کرد. ملی‌پوشان والیبال افغانستان در نخستین دیدارشان 3-0 در برابر چین تن با شکست دادند. این رقابت‌ها با حضور 12 کشور در اندونزیا برگزار شدند و یک هفته ادامه خواهند داشت. و اینکه تیم والیبال فرماندهی پلیس ولایت غزنی با پیروزی در برابر تیم والیبال سربازان پولند به مقام قهرمانی دست یافت. در فرجامین دیدار رقابت‌ها تیم فرمانده پلیس ولایت غزنی 2-0 تیم اسپگش سربازان پولند را شکست داد و به قهرمانی رسید. این رقابت‌های دوستانه والیبال در میدان ورزشی پایگاه نظامی نیروهای خارجی در ولایت غزنی برگزار شده بود. پلیس و اردو څخه یو دی والیبال تیمونه جوړ کو تشویق کو. در همین حال وارنر روز نماینده سفارت ایالات متحده آمریکا در ولایت غزنی میگوید که برای رشد و پیشرفت ورزش در ولایت غزنی تلاش خواهد کرد. امیدوارم که در آینده نیز ما بتوانیم همین قسم رقابت‌های والیبال، فوتبال و باسکتبال را برای هماهنگی بیشتر میان سربازان آمریکایی، پلیس و اردوی ملی افغانستان در ولایت غزنی را اندازی نماییم. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های برتر از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا ستایش شدند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 24. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس و اکنون از شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. شاد و کامگار باشید.